خاص از اینکه اینجا هستیم به شما عزیزان سلام و درود می‌فرستیم، به خصوص عزیزان که جدید اومدید. خوشحال هستیم که اینجا هستیم. همه شما عزیزان گاهی اوقات دیر به دیر می‌بینیمتون، اما بازم می‌بینیمتون با تمام قلبمون خوشحالی می‌کنیم. و می‌دونید که ما کلام خدا رو نمی‌بینیم مگر اینکه شما کتاب مقدس رو به دستتون بگیرید و بایستید و با هم دعا کنید تا خودش از ما از آسمان برای ما جاری بشه. آمین. برای من کتاب مقدس رو بگیرید و با هم دعا کنید. ای پدر آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است روی زمین نیز انجام شد. آمین. نان کفایت ما را امروز به ما عطا کن. قصدها و گناهان ما را ببخش همونطور که ما قصدها و گناهان دیگران را میبخشیم. ما را وسوسه نیاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. زیرا پادشاهی قدرت و درخشش برای همیشه از آن توست. ای خداوند، ما بچه های تو امروز در خونه تو هستیم تا از تو بشنویم. پس میخواییم تو درخشش پیدا کنیم. پس از آسمان دی خداوند بر قلب‌های ما جاری شد. در نام مقدس خداوند و عیسی مسیح دعا کردیم. خواهش میکنم بفرمایید. ببینیم که عنوان کلامی که امروز داریم یه خود با این پاورپوینت میریم جلو که یه موضوعاتی از اونایی که توی رشته های پزشکی هستیم امروز باید کمک بکنید، هم دانش ما بیشتر میشه، هم دانش شما بیشتر میشه و ببینیم چی هست. عنوان مشخصه، کورهای مادرزاد. خیلی از ما میگیم خب امروز کلام خدا رو خوندیم که کور مادرزاد کور مادرزاد. اتفاقا در اون 2000 سال پیشم که کورها نابینایان بودن همین پرسش بود، همه میگفتن دیگه کور مادرزاد دیگه بهش کار نداشته باشه. اونی که یه مقدار چشمش مثل من مشکل داره، اونی که چشمش زخم داره، بالاخره یه کاری میشه کرد. و جالبه اینم بهتون بگم، من نمیدونستم و چقدر وقتی که آدم میره میخونه یه خوب تحقیق میکنه میبینه چقدر اطلاعات آدم میره بالا، آگاهی آدم میره بالا. فقط صرفا نباشه یه سری چیزها رو بخونه و ببینید چقدر عظمت خدا رو میبینه آدم در خوندن کلام خدا و بعد میره تحقیق میکنه. جالبه که عیسی مسیح مرد نابینایی رو که کور مادرزاد بوده میره سراغش. اگر به کلام مقدس نگاه بکنیم ببینیم خداوند در طول خدمت بشری خودش روی زمین انسان‌های بسیاری رو که کور بودن ملاقات میکنه و خیلی وقتا میومده دست‌های خودش رو بر چشمای اونها لمس میکرده و اون نابیناها چی میشدن؟ بینا میشدن. در یک جا به طور خاص و ویژه خداوند میاد یک کور مادرزاد رو چیکار میکنه؟ ملاقات میکنه که دیگه سوال و پرسش و شبهه و تردید بره کنار، چون دیگه همه اساتید امپراتوری روم و اساتید یهود و همه میدانستن که دیگه کور مادرزاد رو دیگه کارش نمیشه کرد. حالا شاید شانسی این خداوند اومده دست مالیده به چشای مثلا ضعیف من بعد من هم همینطوری گفتم من دارم میبینم، برای اینکه یه پولی به من داده خدا، یه کاری کرده. نه، از این حرفا خیلی نوشتن یه خیلی جاها. خب حالا بذار همه حرفا رو بزنید تا من یه کسی رو ملاقات بکنم که همه بگن این مرد کور به دنیا آمده، ما این را میشناسیم. کار عجیبی که خداوند در این انجام میده اینه که این شخص نشسته بوده و خداوند میره سراغش. یه کار خیلی عجیبه. قبلا هم این کار رو کرده بود برای یک نفر که گم بود و کر بود. خداوند برای دومین بار اما یه کار ویژه‌تری هم انجام میده این بار. میاد آب دهان خودش رو
بر زمین میندازه، گل میکنه، میماله به چشمای کور مادرزاد، میگه برو توی بوز سیلوها که معروف هست اونجا، میرن خودشون رو میشورن، برو بشور. و این میره میشوره و میدون خدا من دقیقا میدونست چی کار داره میکنه. من هر وقت میخوندم یا یه جایی میخوندم یا یکی صحبت میکنم، گفتم که خداوند ها خب مثل اون یکی ها برای تو کاری نداشته، خب میگفتی بینا شد، یا برای تو کاری نداشته فقط دست تو میمالیدی مثل اون یکی ها بینا شد. چرا این بار آب دهانت رو ریختی به خاک رو زمین و رو به گل کردی چشم مالیدی به چشاش، بعد گفتی برو بشون؟ حالا بکردی؟ اولا یک عزیزان بذار ببینیم یه چیزی بهتون بگم که چند نفر از ما فکر میکنیم اینجا تو همین محلی که الان ما هستیم کور مادرزاد هست. واقعی؟ داری یواش یواش فکر میکنید، خوشم میاد، نه؟ داری فکر میکنید ما کورهای مادرزاد، من کور مادرزاد بودم، این چشم میدید ولی خیلی چیزها رو نمیدیدم، باور کنید. ما همیشه فکر میکنیم کور مادرزاد اون یکی فقط جسمی هست، ولی بسیار از ما کورهای مادرزاد هستیم. و من اینو بهتون بگم، شاید میلیون ها نفر یکی از اونها من بودم در ایران و خیلی از شما اگر قبول داشته باشید کور مادرزاد اون بود که بهش گفته بودن همینه که هست قبول کن. با حالت روحانی ما کور به دنیا اومدیم و هر وقت از همون میپرسیدن که خدا کیه، گفتیم خدا رو قبول دارم، خدا تو قلبمه، خدا هستش، خدا اونا گفتن اینه، خدا رو گفتن اینا اینه، من خدا رو قبول دارم. کورکورانه یه خدایی رو تو قلبمون داشتیم، کورکورانه یه خدایی رو یه جورایی میپرستیم، کورکورانه اینجا چه خود سخت رو ببخشید. من میشه یه خود بهتون سخت گیری میکنم، خواهش میکنم با تمامی عزت و احترام که برمون دارم طبق کلام خدا بشینید محکم، صرف کربنداتون رو ببندید، میخوام حرکت بکنید. کورهای مادرزادی بودیم عیزان، کورانه خدایی رو که همینطور نمیدونیم چه خدایی بود تو قلبمون میپرستیدیم، به همدیگه ناسزا میگفتیم، دروغ میگفتیم، ریا میکردیم، همدیگه رو به نام همون خدا سیغه میکردیم، به نام همون خدا پای منقل ها میشستیم، با به پای همون خدا، خدا میبینه چقدر جنگ کردیم، به پای همون خدا. من از من بعض میپرسن که شماهایی که زیاد میادید میگید که اینجا شما که غربی شدی، امریکایی ها و کانادایی ها و اروپا کورهای مادرزاد نیستن، یا بسیاریشون بالای 90% اینهایی که اینجا هستن کورهای مادرزاد هستن، به طور کورهای مادرزادی هستن که میان به اسم مسیح باز دوباره قضاوت ها میکنن، داوری ها میکنن، جنگ ها میکنن، ریا ها میکنن، ببخشید همه کارا میشه به نام باز دوباره خدا. پس میبینید کورهای مادرزاد تو این دنیا خیلی هستن، ولی خداوند میاد از 2000 سال پیش برای اینکه شبهه ها رو برداره، میاد کور مادرزاد خاصی رو ملاقات میکنه و آب دهان رو بر زمین میندازه. این کلمه سالیوا یا بزاق دهان رو وقتی که رفتم نگاه کردم، خواهشن به خاطر خودتون، به خاطر اینکه دوست دارید بری بزنید سالیوا ویکی‌پدیا تا هر چقدر بخوای توش اطلاعات هست. عزیزان من نمیدونستم توی این بزاق دهان چه چیزهایی هست. بعد دیدم بعد از 2000 سال دانشمندها، اونایی که توی لابراتوارها در آزمایشگاه ها کار میکنن، در رو بردن دیدن واو چه چیزهایی توی این بزاق دهان هست.
غیر از مقدار زیادی آبی که توش هست با با اون مواد عالی که توش هست اصلا توی شما شاید ندونید یا ببینید نمیدونم آنزیم های خاصی وجود داره آنتی باکتری های خاصی وجود داره که تقریبا در بدن های سالم بدن هایی که مریض نیستن تقریبا هر نوع میکروبی رو توی دهان از بین میبره باورتون میشود که این دهان خودش بدونی که ما بدونیم عزیزان به وسیله اون چاله هایی که وجود داره زیر زبون بزرگ برای هضم غذا و خورد کردن غذا و شستن دندون ها و و از به بردن تمام باکتری هایی که توسط هوا و غذاها وارد دهان ما میشه همه را از بین میبره و جالب به وقتی میرید سراغ اون آنتی باکتری هایی که نگاه میکنید میبینید که همه ما تو بزاق دهانمون هست اما یه مشکلی که بکردیم اگر من و شما بریم این بزاق دهان رو یه کاری هم بکنیم حالا اینجا میگم چرا حالا ببینید اگر بزاق دهان رو ببینید اول بذار بهتون بگم کیا این رو میدونستم بذارید این سه نفر رو میبینید اینها قبل از میلاد مسیح عزیزان در کتاب نوشتن که به وسیله بزاق دهان شما میتوانید بیماری های چشم را شفا دهید ببینید بخونید اینا رو اینا قبل از میلاد مسیح بودن بهشون یه جوری به وسیله آزمایش هایی که کرده بودن یا تجربی یا هرچی فهمیده بودن که به وسیله بزاق دهان بعضی از بیماری های چشم چی میشه؟ شفا بودن حالا در زمان عیسی مسیح اینا حدود سال خورده عیسی قبل از میلاد مسیح بودن نابیناهای بسیاری بودن که به وسیله انواع اقسام میکروب ها چشم هاشون نابینا شده بود و بعضی ها مثل این مورد که داریم صحبت میکنیم مادرزاد کور به دنیا آمده آیا خوب گوش کنید تمام کتاب ها می نویسن دانشمند های فارسی روم و تمام فریسی ها و صدوقیان که رهبران مذهبی بودن به خوبی و روشنایی و آشکاری می دونستن که بزاق دهان می تونه بیماری ها رو بیماری چشمی رو شفا بده چرا نمی شد؟ حالا دقت کردیم مگه اونها مرد خدا نبودن مگه زنان خدا نبودن مگه نام خدا رو نمی بردن مگه کلیسه نداشتن ولی چرا هیچ کار نمی شد چرا نمی تونستن با بزاقهای دهانشون حداقل بیمارها رو شفا بدن نه کورهای مادرزاد رو اما خداوند ما عزیزان عیسی مسیح برای که همه این موجوداتی که من و شما باشیم رو سر جامون بشونه بگه خوب دقت کنید حالا من یک نفر نابینا رو بیارم که کور مادرزاده خوب دقت کنم اولا همون آب دهانی که شماها دارید من هم میارم همونی که شما ازش آگاهی دارید که شفا میده من هم دارم حالا ما رو شما که اثر نکرد اگر اثر داشت خب اثر رو میکرد انجام میدادید دیگه نمیگفتید ما نیاز داریم دیگه خب این همه مربوط و کور و اینها مربوط بگید یه جای مشکل هست خداوند میاره عزیزان آب دهان خودش رو بر خاکی میریزه که ما رو از همون خاک آفرید میدونی میخواست چی بگه؟ بگه این مرد و ای کسانی که کور هستید ای کورهای مادرزاد جسمی و روحی شما باید دوباره متفرد میشید به وسیله من باید لمستون بکنم یک آب دهان خدا به وسیله خاکی که آفریده شدید بیاد و چشمهای کورهای مادرزاد که من شما باشه برای و خدا ما رو لمس میدونی چقدر سرود هست بعضی ها دانسته بعضی ها نادانسته میگه خداوند ها خداوند ها مرا لمس میدونی اونا میدونستن که قلب ما روح ما عزیز و پوره باید لمس خداوند بشه تا دوباره ما متولد بشه میدونی اگر متولد نشین نام خدا رو میبرد کمی الان خوندیم
کور مادرزاد شفا پیدا کرده. کیا رفتن سراغش؟ فریسیان و گروه‌های یا رهبران مذهبی. خب ای کور مادرزاد، ما میدونیم که تو یکی تو رو به تو گفته و تو در این روز، روز سبت، روز سبت میدونی واسه شو هیچی مهم نبود که این الان بلندشن بگن خداوندا سپاسگزاری بعد اینکه یک فرزند کورت اونم مادرزاد کور بوده الان شفا پیدا کرده رو میبینه بلا فاصله. در این روز سبت به روز مقدس خداست، کی تو رو بهت گفت و کی بهت گفتی شش ماهی تو باز شود؟ شخص میگه که من نمیدونم، یه نفر اونجا بود که فقط اینو من میدونم که به من گفتش که این آب دهانش رو زمین ریخت، گل کرد و به چشمای من مالید، به من گفت برو تو حوض سیلوها بشور، من شستم و شفا پیدا کردم. گفتن اون شخص گناهکار هست، اون شخص به طور کلی گناهکار هست، برای اینکه در روز سبت که روز مقدس هست تو رو شفا داد. عزیزان میدونید وقتی که ماها ملاقات با خدا نداشته باشیم، اسم خدا را میبریم، اگر یکی هم شفا بده بکنه به جای که خوشحال بشیم یکی رو محکوم بش میکنیم. به این مرده که میگوییم من شک داریم، حالا شک بده بکنه، پدر مادر تو رو میخواهیم، مادر پدر بیان اینجا، آیا شما اعلام میکنید که این پسر شما، فرزند شما کور به دنیا آمده؟ من گفتم بله، ما اینو میدونیم، ما که میدونیم، چرا دیگه ماها رو دیگه از ما سوال میکنیم؟ خب بگید از اون شخص سوال بکنیم، بگید از خودش سوال بکنیم، از خود فرزند ما سوال، فرزند ما خودش فرزند والد نیست، بگید از خودش سوال بکنید، چرا ما رو آوردید؟ به فرزند دوباره میگن به ما بگو، میگه من که گفتم، دوباره میخوایی بهتون بگم؟ خب دوباره میگم، ولی شما ایمان نمیارید که، شما که باور نمی کنید که. خداوند تمام شهر و اورشلیم رو و کل اون منطقه رو با این کارش به یک آشوب روحانی میاره که همه متوجه بشن خدا روی زمینه. میدونید این رهبرا چی گفتن؟ تا به حال از ابتدای دنیا شنیده نشده است که کور مادرزادی شفا بده کنه چشاش باز بشه. از ابتدای عالم. و جالبه که این مرد میگه که اگر اون گناهکار بود، آخه آدم گناهکار که نمیتونه کار خوب انجام بده، پس یادمون باشه زمانی که ما کار بد میکنیم گناهکاریم، آدم خوب کار بد انجام نمیده، آدم گناهکار هست که جنگ میکنه، آدم گناهکار هست که دروغ میگه، آدم گناهکار هست که ریا میکنه، آدم گناهکار هست که همه کاری میکنه که خودش رو ثابت بکنه. آدمی که گناهکار نیست رضا میبینی و از جانب خداست و از خداست، خالی نمیبنده، شفا میده. وگرنه خیلی راحت میشه عزیزان تو صبح برای شما حرف زد، برید ای مردم خوب، برید به سوی خدا و خدا شما رو شفا خواهد. اگر من طرف خدا هستم و واقعا به راستی از طرف خدا اومدم و بگم خوب باشید، خوب باشید، خوب باشید، جنگ نکنید، ولی اگر بگم هم بکردن جنگ بکنید، به جای این حرف ها بذارید مردم بیچاره که دور من هستن که محتاج هستن، علیل هستن، فقیر هستن، اونها رو با معجزه های خدا، با شگفتی های خدا شفا دهید. اگر نه حرف زدن که همه میتونن حرف بزنن، همه میتونن بنویسن. به هر حال
وقتی این شخص از کنیسه بیرون میاد و جالبه که از کنیسه بیرونش گردن، کنیسه بیرون نمیاد، چون میگن که تو نیز به طور کلی با گناه متولد شده به اون مردی که شفا بده کرده. جالبه که عیسی مسیح بیرون معبد واسطه بود که اون بیاد بیرون. وقتی که این کور مادرزاد که شفا بده کرده بود میاد بیرون، عیسی مسیح اونو پیدا میکنه، بهش میگه در یوحنا باب 9:35، آیا تو، حالا خوب گوش کن، اینجا این نکته عزیزان، این کلام اینجاست. نکته اول گفت، این نکته دوم خیلی مهمه. نمیگه که، یا خوب گوش کن، میگه آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ نمیگه تو به خدا ایمان داری؟ نمیگه تو به خداوند ایمان داری؟ نمیگه تو به پدر ایمان داری؟ وایمسه میگه تو به پسر خدا ایمان داری؟ میگه اون مرد کور که به شفا بده کرده در جواب گفت ای خداوند کیست؟ کیست؟ اون کیه؟ تا به اون ایمان بیارم. عیسی به دو گفت تو نیز او را دیده ای و آن که با تو تکلم می کند همون است. خوب دقت کنید چی شد؟ عیسی مسیح عزیزم گفتش که منی که پسر خدا هستم، یعنی الان تو جسمم اما از طرف خدا هستم، روی زمین به من ایمان بیار، اگر تونستی ایمان بیاری این مهمه. نگفت آیا تو به خدا حالا ایمان داری؟ خب بله، همه ما که خدایی که ندیدیم که بله من ایمان دارم. به پدر آسمانی ایمان داری؟ بله به پدر آسمانی ایمان دارم. اتفاقا خدا میاره وجود خودش رو در جسم و میخواد حالا بارو بیاره پیش خودش، میگه حالا من توی جسم رو ببینی؟ به من ایمان داری؟ آیا به پسر خدا ایمان داری؟ چی رو خدا داری بهش نشون میده؟ میگه ببین ظاهر رو ایمانم، عمل رو نگاه کن، عملی که دیدی این عمل فقط از آن خداست. خیلی نکته مهمی عزیزان، عمل مهمه، وگرنه همه انسان ها میتونن عزیزان تا صبح هزاران کتاب در مورد خوب بودن بنویسن با استانداردهای مختلف، اما زمانی از اون خوبی، اون نیکویی حقیقت پیدا میکنه که توسط اون شخص انجام بشه، وگرنه همه میتونن بشینن بنویسن گفتار خوب داشته باشید، کردار خوب داشته باشید، نیکردار خوب داشته باشید، حرفای زشت نزنید، جاهای خوب برید، جاهای بد نرید، من به شما قدرت میدهم، آرامش خدا در قلبهای شما قرار بگیرد و هم دیگر محبت کنید. هیچ چیزی انجام نمی شود تا خداوند کورهای مادرزادی مثل من و شما رو به وسیله وجود خودش لمس نکنه و ما دوباره متولد نشیم. عزیزان دوباره همونی هستیم که هست و در ارتباط با سخنان هفته پیش، هزاران بار، هزاران سال به کلیسا میریم، میایم، پرستش ها انجام میدیم، کلام خدا رو میخونیم، ولی به هیچ عنوان چیزی در ما، در وجود ما تغییر پیدا نمیکنه، تبدیل ایجاد نمیشه. احساساتی میشیم، میگیم واو، اما تبدیل نمیشیم. مگر اینکه بخوایم عزیزان، بخوایم که اول باید بپذیریم که در هر شرایطی که هستیم، با هر مشخصه‌ای که هستیم، بپذیریم که یک بارم که شده کور مادرزادی. اگر پذیرفتیم، خداوند به سراغ رو میگه. ببینیم چرا؟ ببینیم چرا اینو میگه؟ قسمت سوم، نکته سوم. فریسی ها، اینها به عیسی مسیح گفتن که باش بودن، گفتن کلام خدا، آیا ما نیز کور هستیم؟ عیسی مسیح بهشون گفتش اگر کور می بودید گناه نداشتید، ولی اگر چون میگویید که بینا هستیم گناه در شما می موند. فکر
یعنی ادعا داشتن و لباس‌های خاص پوشیدن و قبه‌ها داشتن و گفتم بهتون عصاها دست گرفتن ها که کاری نداره، همه میتونه این کارو بکنه. اما خداوند عزیزان امروز به طور خاص به ما این صدا داره میکنه، همه ما آیا میپذیریم که کور مادرزاد هستیم؟ اگر بپذیریم که کور مادرزاد هستیم، خداوند به سراغ میکنه. میتونیم یک کار دیگه هم بکنیم، نه؟ از بغل دستون بپرسیم من کور مادرزاد هستم یا نیستم؟ بغل دستی میگه که منم نمیدونم تو هستی یا نیستی، چون خودم هم نمیدونم. میتونی بعضمون در بریم، دیدید این آزادی رو دارید؟ به من خیلی گفتم برادر درجه سوم آزادی رو باید بیشتر بدی. وقتی که کلام درسته به نام مسیح میاییم، اما وقتی که کلام به دلمون نمیشینه در بریم. گفتم اون کارم میتونی بکنی. پس دست ماست حالا اینجا، میتونیم بریم، میتونیم بغل دستی سوال کنیم، میتونیم در وجدان خود رو بگیم خداوند من کیم؟ من چی میدونم؟ چقدر میخوام با تو مبارزه کنم؟ با حقیقت مبارزه کنم؟ خداوند چقدر میخوام یک جوری به یه شکلی خدایی رو بپرستم که خودم در خودم درست کردم و دیگران به خوردم دادم؟ تا کی؟ به خورد خودم و دیگران دادم. چون دیگران هم عزیزان به خوردشون دادند و بعدا اونها به خورد ما دادند. من به هر عزیزی که صحبت میکنم میگم که تو جد با تمامی شادی و خوشحالی رو پذیرفت اون که تو الان به من داری میگی؟ نگو بگم چرا نبت بگم؟ تا کی؟ جلال بر خداوند اون که ما رو آورد در یک کشوری که بگه بابا یک بار هم شده آزادانه فکر بکنی، آزادانه بپرستی. جد که خودت میدانی یه بار بعد ریشیابی بکنی. اونها با شادی یه نفر اومد با محبت این حقیقت خدا رو میخواهم به شماها بگویم، این حقیقت رو بگیدید اگر خواستی بپذیرید. این بود؟ میدونی من با چند نفر از شماها با نزدیکان خودم صحبت کردن؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی روح ترس، روح ترور، روح کشتن. نگین با ریا بپذیرید. این نداره. بذار چند نسل دیگه هم همینطور در خفقان، در ناآگاهی بیاره جلو. بذار چند نسل دیگه هم همینطوری بیان و بمیرن تموم بشه. دست ما هست. آیا کور مادرزاد هستم؟ اگه کور مادرزاد هستی و قبول داری، نگاهت به دیگران نیست، خودت فقط هستی. میخوام چشاتو ببر. اگه چشاتون به دیگران باشه، همش منتظر هستی ببینی دیگران میگن ما کور مادرزاد هستیم یا نیستیم. بعد ببینی تعدادشون چقدره. نه، اگه تعدادشون زیاد بود بگیم خب منم هستم. اما اگه دیگه تعداد اونا کمه بگیم او من چرا خودم رو خراب بکنم؟ من نابینا نیستم، من بینا، خیلی هم حالیمه، خیلی هم میفهمم. عیسی مسیح از طریق فرزندش گفتش که افتخارتون این باشه، اگر فخر میخوام بکنیم، فخرتون این باشه که من رو میشناسید و من رو پیروی میکنم. اگر فخر دیگه ای داریم، افتخار دیگه ای تو زندگیمون داریم، مشکل دیگه ای. اما برای گفتم، میخوام من دعا بکنم برای عزیزانی که خداوند بهشون میده، بهشون الان متوجهشون کرد، به تو فخر روحانی داری، تو از بچگی نابینا بود. اگر این در وجودتون اومد، امروز مطمئن باشید خداوند نیز به ملاقات شما خواهد آمد. اگر مثل عزیزان فریسی گفتید نه بابا حرفا چیه؟ ما کتابی خوندیم برای خودمون یه ریشه‌ای داریم، اینطوری هم نیست. خدا میگه باشه شما بینا باشید، اما این چیز هم یادتون باشه در گناه خودتون هم خواهید.
اگر با من هستید و میخواهید چشاتون رو ببندید عزیزان به کسی نگاه نکنید به هیچ کس و میخواهید که دوباره متولد بشید خداوند به قدوسیت نامت به حرمت قدوسیت جلال نامت خیلی برای ما سخته این خداوند که میخواییم بپذیریم تو پسر خدا هستی چقدر خداوند تو مغز من خداوند کور نابینا کرده بودن که تو نمیتونی ازدواج کنی من همیشه دنبال این بودم که بفهمم تو ازدواج کردی بعدم فهمیدم چقدر نابینا هستم دیدم تو از سنگ ها نیز ای خداوند میتوانی فرزند داشته باشی تو احتیاج نداری که مثل من انسان در زن و شویی با یک جنس مخالف قرار بگیرم تا بچه داشته باشی تو ما را فرزندان بخوانی من خداوند سپاسگزاری برای تک فرزندت یگانه عیسی مسیح که برای ما جز شد و خداوند حالا این سوال بزرگ این پرسش بزرگ رو در 2000 سال پیش با خودش آورد جلوی انسان‌ها انسان‌هایی که ایمان آوردند و انسان‌هایی که به او کفر گفتند انسان‌هایی که او رو سنگسار کردند انسان‌هایی که او رو به سلیب کشیدند و حالا نوبت ماست خداوند در قرن 21 تو به طور ویژه خداوند بعد از صدها سال که اجازه دادی که فرزندان ایران زمین خداوند کور باشند و کور به دنیا بیان و نپذیرن که کور هستند به طور خیلی ویژه خداوند روح تو روح روشنایی تو ای خداوند ریخت خداوند را سپاسگزاریم که نور تو اومد به قلب‌های ما تابید تا اول از همه متوجه بشیم آگاه بشیم که خداوند را کور بودیم کور به دنیا آمده بودیم برای همین بود که نام خدا رو نام تو رو می‌بردیم ولی خداوند را هر کار زشتی رو به نام تو به خداوند روی زمین انجام می‌دادیم خداوند ما رو ببخش که خداوند را کور بودیم و به خاطر کوریمون ای خداوند تمام خداوند کارهای زشت رو ای خداوند انجام دادیم از خودخواهی هامون گرفته تا غرورها و تکبرامون گرفته و خداوند تعصبات مذهبی اینقدر کور بودیم که خداوند را نمیتونستیم بفهمیم اگر کسی در روز سبت شفا پیدا میکرد خداوند را تو رو جلال بدیم بلکه ناراحت میشدیم خشمگین میشدیم خداوند روح خشم و غضب رو از ما برداشت. حتی اگر خداوند انسان‌هایی پیدا شدن که 100% با تو مخالف بودن مسیح جان از هموطنها و غیر هموطنها خداوند تمنا می‌کنم التماس بهت دارم روح خودت رو بر ما بریز که خداوند به جای اینکه زبان ما فکر ما قلب ما با بدی بره به خشم و غضب بره انسان‌ها رو به خاطر عقیده‌شون و نپذیرفتنشون سنگسار کنیم یا هلاک کنیم خداوند زبانمون رو ببندیم سرمون رو پایین بیاریم و از جانب تو براشون دعای خیر بخونیم خداوند برای عزیزانی که اینجا هستن و خداوند تمام تمرکزشون بر این هست که از تو بشنون خداوند خودت اون گوشها رو اون چشمهای قلبشون رو ای خداوند با دستهات ای خداوند لمس کن خداوند تو با آب دهانت و خاکی که بر زمین بود گل درست کردی و خداوند بر اون چشمهای کور نابینا مالیدی خداوند تمنا میکنم چشمهای قلب ما رو لمس کن تا خداوند دیگه از این به بعد کورکورانه راه نریم کورکورانه عمل نکنیم خداوند کورکورانه همونهایی هستن که با تعصباتشون چه تعصبات مسیحی چه غیر مسیحی خداوند اسم تو رو میبرند اما ممکنه هر کاری انجام بدن هر کار زشتی خداوند بذار از این به بعد با چشمهایی که تو خداوند لمس نمودی و باز نمودی زندگی کنیم و با هم رفتار داشته باشیم خداوند اگر در این جمع
شخصی هست که احتیاج داره واقعا با دلاستی میگه من کور مادرزاد هستم و میخواد امروز شفا پیدا بکنه، خدا بعد او رو به جلو بیاره. برای شخصی به نام مشتبه میخوام دعا بکنیم که در ایران هست، بر همینطور شخصی به نام محمد که نمیدونیم این جوان الان در ترکیه در چه وضعیت هست، ولی خداوندا ما با ایمان اینجا وایستادیم، میدونیم تو همه جا هستی. خداوندا تو یک روزی به شکل پسر خدا به زمین اومدی و الان خداوندا ای روح القدس تو همه جا هستی. تمنا میکنیم به قدوسیت نامت وارد اون شهری که محمد در ترکیه هست بشه و اون محمدها رو ای خداوند قلبهاشون رو، گوشهاشون رو، چشمهاشون رو لمس کن و خداوندا از درون شفا پیدا کن. خداوندا ما میدونیم خیلی ها شفا پیدا کردن اما خداوند هیچ وقت بهشون نگفتی که وارد ملکوت من شدید، اما تو خداوندا به شاگردان دین رو گفتی، به اونایی که تو رو پیروی نمودن گفتی شماها هستید که میدونید من دارم میرم تا برای شما جارها درست کنم، میروم میایم و شما رو با خودم در اون جاها میبرم. خداوندا ما میدونیم که فقط نمیتونیم خداوند و خداوند رو بگوییم، بلکه میخواییم خداوند رو پیروبت باشیم. خداوند رو میدونیم که سخت هست برامون، اما میدونیم خداوند رو این سختی به وسیله خداوند رو حضورت و هدایت رو خداوند رو آسان برشیم.